تازه ترین گزارش فریدم هاوس حاکی از ایجاد محدودیت سفر برای مخالفان سیاسی رویکردی تاکتیکی از سوی دست کم 55 حکومت در دنیاست. همکارم ضمن اشاره به گزارش خانه آزادی در گزارش خود آن را مورد نقد قرار داده که با هم می‌بینیم. خانه آزادی یک سازمان مردم نهاد فعال در آمریکا است که 83 سال است برای حمایت از دموکراسی و ترویج آن با بودجه دولت آمریکا فعالیت می کند. گزارش خانه آزادی در روز پنجشنبه اول شهریور بر اساس گفتگو با 31 نفر از مخالفان حکومت‌های حاکم بر عربستان سعودی، نیکاراگوئه، بلاروس، رواندا، چین، هند، اریتره، مصر، بحرین، کویت، امارات متحده عربی، ایران و تعدادی کشور دیگر تنظیم شده است. این افراد خود محدودیت‌هایی را از سوی حکومت‌های خود تجربه کردند. به گفته خانه آزادی، این حکومت‌های تمامیت‌خواه سلب شهروندی، مصادره گذرنامه و خودداری از اعطای خدمات کنسولی به مخالفان سیاسی خود را نیز برای ایجاد محدودیت در آزادی رفت و آمد آنها به یک ابزار تهدید تبدیل کردند. به نوشته فریدم هاوس، دولت‌های 38 کشور با کنترل دسترسی به اسناد اساسی مانند گذرنامه تردد شهروندان خود را محدود می‌کنند و 12 حکومت از ارائه خدمات کنسولی مانند تمدید گذرنامه یا صدور گواهی تولد یا ازدواج برای اتباعی که در ردیف مخالفان سیاسی باشند خودداری می‌کنند. نکته حائز اهمیت در گزارش خانه آزادی صرفاً اشاره و پرداختن به مخالفان سیاسی اجتماعی کشورهای یاد شده است، اما هیچ اشاره‌ای در این گزارش به مخالفان مذهبی حکومت‌ها نشده است. این در حالی است که مخالفان مذهبی به ویژه شیعیان این روزها در بسیاری از کشورها مانند بحرین، افغانستان، پاکستان، عربستان سعودی که حکومت‌های غیر شیعه بر آنها حکمرانی می‌کنند، هدف انواع و اقسام فشارها و تهدیدهایی که در گزارش خانه آزادی بدانها اشاره شده قرار دارند و علاوه بر آن حتی در معرض زندان و شکنجه و اعدام و تروریسم دولتی نیز قرار گرفتند. علاوه بر این کشورها، برخی حکومت‌ها هم علی رغم ادعای شیعه بودن نیز با مراجع تقلید شیعه، روحانیون، نهادهای مذهبی شیعه مانند مساجد، هیئات حسینیه‌ها و سایر افراد و مراکزی که با حاکمیت اندک زاویه و تفاوت اندیشه داشته و یا به عبارت دیگر مستقل بوده و حکومتی نباشند، به شدت برخورد نموده و گاه با حصرهای طولانی حد که حرمت، زندان و شکنجه، مرگ خاموش و اعدام و انواع فشارها آنان را به شدت تحت فشار قرار داده و در پاره این موارد هم اقدام به تعطیلی و یا حتی مصادره اموال آن مراکز نموده است. لذا تصور می شود که اگر نهادهای حقوق بشری بین‌المللی تمایل دارند گزارشی جامع و مانع تهیه نموده و تمامی مخالفان حکومت‌های تمامیت خواه در آن گزارش پوشش داده شده و به همه زوایای فشارهای حکومتی به آنان اشاره نماید، قطعاً زین پس باید در تحقیقات و مصاحبه‌ها و بررسی‌های خود به مخالفان مذهبی هم به نحو تفصیل بپردازند، چرا که بخش اعظمی از مخالفان حکومت‌ها را بخش مذهبی تشکیل می‌دهند که از قضا از لحاظ تعداد نسبت به سایر گروه‌ها قابل توجه هستند. از شیخ محمد هدایتی، مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. حاج آقای هدایتی سلام و عرض ادب دارم خدمتون. حاج آقا، به نظر شما چرا مخالفان مذهبی حکومت‌های تمامیت‌خواه از سایر مخالفان اهمیت بیشتری دارن و چرا نهادهای حقوق بشری از جمله خانه آزادی به آنها اشاره نمی‌کنه؟ بفرمایید. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. ممنونم. این
خواهش میکنم و همچنین عرض تسلیت به مناسبت عید ایام عزاداری سید شهدا علیه السلام بر بین. این مهم هست این مطلب که از دو منظر به اون میتونیم ما نگاه کنیم. یک نگاه عامی وقتی به جامعه بشری میکنیم و نگاه گسترده و وسیع میبینیم جامعه بشری به هر شکل اینها مذهبی هستند، پیروان ادیان آسمانی و حتی مذاهب و مکاتبی که به عنوان دین مطرح هستند. پس جامعه بشری امروز دنبال میکنن یک مذهب و یک ایده و یک عقیده، اما از این که آسمانی یا غیر آسمانی باشه. پس توده ها و مردم اهمیت فوق‌العاده به دین و مذهب میدن، فارغ از این که حالا استثناء در تابع و پیرو شرایط خاص زمان برخی از کشورها ممکنه نوعی دین ستیزی یا دین گریزی داشته باشن. این نکته اول که بسیار مهم هست. جامعه بشری امروز جهان انسانیت مذهبی هستند. به همین معیار و مقیاس رویکرد اونها، مخالفت اونها، کنش و واکنش های اونها نسبت به حاکمیت های مختلف حائز اهمیت هست. و اما چرا برخی از نهادهای تبلیغاتی یا اینها نوعی غفلت درش در مطالعاتشون هست، اینه که اینها باز یا غفلت هست که باید به اینها اطلاع رسانی دقیق بشه، و یا اینکه تعمدن باز نوعی مخاطب دین گریز یا دین ستیز رو میخوان پوشش بدن. به همین جهت اینها بایکوت خبری میکنن جامعه مذهبی رو و فعالان مذهبی و دینی رو، و بیشتر این ضرر رو همین نهادها میبرن. همچنان که ما میبینیم در مقابل حکومت‌هایی که به نام دین رویکرد استبداد مذهبی و دینی رو دارند، اینها همچنان پیشرو هستند در اجرای اهداف مستبدانه خودشون. پس ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که جامعه بشری اولا به طور عام و گسترده مذهبی هستن، فارغ از این که حالا اسلام یا غیر اسلام، مسیحیت یا ادیان آسمانی یا غیر آسمانی. دوم این که این جوامع یا نهادهای سیاسی یا حقوقی اینها نوعی غفلت دارند و یا آمدانه بایکوت خبری میکنند فعالیت گروه های مذهبی و احزاب دینی را. بله، ممنونم از همراهیتون. با تشکر از شیخ محمد هدایتی، مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.